گفتگوی امشب دوستانی گفتگوی تاریخیه به نظر من. برای شمایی که از ایران آمدید و جزو نسل بزرگتر و بزرگسال هستید، شاید گفتگو با این میهمان امشب ما یادآور گذشته شما باشه. تلویزیون ایران، اخبار، صدای آشنا و مرور به گذشته. برای شمایی که ایرانی نیستید، سوئدی هستید و از کشورهای دیگه، آشنا شدن با فردیه که از یک موقعیت بسیار عالی در تلویزیون ایران و در بین کار رسانه جمعی بعد کوچ کردن، بعد از انقلابی که در ایران صورت گرفت، و بسیار بسیار جالب شنیدن داستان این فردی که امروز در خدمتش من هستم. و برای نسل من فرصتی است برای پرسیدن یک سری پرسش‌هایی که شاید هرگز جوابش رو نگرفتیم، شاید هیچ وقت نفهمیدیم که قبل از انقلاب تلویزیون کشور ایران به چه صورت بود، بعد از انقلاب به چه صورتی در اومد و چه اتفاقهایی افتاد. صحبت رو کوتاه میکنم و میرم به سراغ معرفی میهمان عزیزی که افتخار دارم در خدمتشون باشم، آقای ایرج گرگین. خیلی خوش آمدید به استودیوی ما. خیلی متشکرم مجده، خیلی متشکرم از این فرصتی که به من دادی. خواهش میکنم آقای گرگین. خیلی سخته با شما بدونم از کجا باید شروع کنم، چون من به شما به صورت یک برگی از صفحه تاریخ تلویزیون ایران نگاه میکنم. خودتون اگر جای من بودید الان از کجا شروع میکردید که برای من توضیح بدید که اصلا چی شد که شما رفتید به تلویزیون ایران و این صحبت ها؟ سال منم از شما همین سوال میکنم، یعنی در واقع چی شد که شما وارد کار تلویزیون انتخاب کردن؟ همون چیزی که باعث شد که مژده وارد کار تلویزیون بشه، اون عاملی که باعث شد که خانم جوانی مثل شما این کار رو در پیش بگیرید، ظاهرا علتش هم همون بود، علاقه به ارتباط با مردم، علاقه با گفتن. منتها شما این شانس رو دارید که احتمالاً در آزادترین کشور دنیا و در دموکراتترین جامعه‌ای که من تصور میکنم جامعه اسکاندیناوی از نظر موازین دموکراسی واقعا نمونه هستند در دنیا، دارید کار میکنید. ماها، نسل ما، چه در جامعه ایرانی خارج از کشور، چه در جامعه ایرانی پیش از انقلاب و 100% بعد از انقلاب، از این موهبت تا حدی یا بسیار یا به نسبت بی بهره بودیم. در نتیجه علت اصلی واقعا من از جوانی علاقه من بودم به مسائل بین المللی، به مسائل، به اونچه که پیرامونم میگذره، به ادبیات و رشته ادبیات فارسی رشته اصلی من بود ادبیات. و یک زمانی پیش آمد که در دانشکده ادبیات که ما بودیم امتحانی گذاشتن و من برای تهیه کنندگی بیشتر رفتم. بعد مرحوم پیمان که گوینده خیلی صاحب نامی بود در اون زمان به من پیشنهاد کرد، چون میدید که من در دانشکده ادبیات کار تئاتر میکردیم، ما روی صحنه و نمایشنامه اجرا میکردیم، استعداد فکر کرد در این زمینه، استعدادم پیشنهاد کرد که کار گویندگی رو در پیش بگیرم و من هم تهیه کننده، هم نویسنده و هم گوینده رادیو شدم. و اگر درست بخواید این قضیه برمیگرده به 50 سال پیش. زمانیه که اصلا من نبودم. شما نبودید، خیلی دیگر از بینندگان شما هم نبودن. آقای گرگین، چه تأثیری گذاشت ورود رادیو در کشوری مثل ایران؟ کشوری که تقریبا میگم من که نبودم، ولی تاریخ گواهی میده که ایران به هر حال همیشه یک تم مذهبی توش بوده، یک جهت مذهبی داشته. حضور به رادیو در ایران به چه صورت شد؟ رادیو در پیش از جنگ دوم جهانی شروع شد در ایران. البته اون موقع من اشتغالت نداشت. یکی از این شوخی رو برای شما بگم که یکی از جوانان یک بار به من رسید، گفت که جنگ اول جهانی، آقای گرگین. گفتم که جنگ اول جهانی من نبودم، اگر شما در 100 سال پیش صحبت میکنید. ولی در سال 1318 شمسی شروع به کار کرد، پیش از جنگ دوم جهانی بود. طبیعتا در دوره جنگ دوم جهانی اداره بود به اسم اداره تبلیغات در ایران. رادیو به اون زمان
به خصوص به خاطر وضع بین المللی رادیو وسیله تبلیغاتی بود در دست دولت ها، به جز کشور آمریکا که رادیو اصولا به صورت یک کار بازرگانی شروع شد. بقیه دولت ها و بقیه کشورها رادیو یه وسیله تبلیغاتی بود. به همین دلیل هم در ایران اداره کل تبلیغات درست شده بود و رادیو جزء اون بود و زیر نظر اداره وزارت پست و تلگراف بود ظاهرا. و در طول جنگ دوم جهانی هم به دلیل آلمان نازی که واقعا گوبلز و سیستم نازیسم آلمان که از تبلیغات بیشترین استفاده رو میکردن، همین تاثیر رو در زمینه های دیگر هم گذاشته بود. همون زمان هم رادیو برلین برنامه به فارسی داشت که من یادم میاد پدرم در زمان هیتلر، بله، برنامه به زبان فارسی شد، اولین برنامه، اگر اشتباه نکنم اولین برنامه به زبان فارسی بین المللی از رادیو برلین بود یا رادیو دهلی، و بی بی سی هم طبیعتا همون موقع داشت. و اینها در واقع اون جنگ پیش از شروع جنگ دوم جهانی، لشکرکشی هیتلر عملا به کشورهای اروپا، این جنگ لفظی، جنگ سرد تبلیغاتی روی امواج رادیویی شروع شده بود. بنابراین سالهای سال رادیوی وسیله تبلیغات بود. در نتیجه در پاسخ پرسش شما که چه اثری در ایران گذاشت، مردم برای اولین بار یادم میاد رادیوهایی که اون موقع توی خانه ها بود و ما بچه ها می دیدیم که پدرامون گوششون به رادیو هست، صداهایی من هنوز به خاطر دارم، اینجا برلین است، اینجا رادیو دهلی، رادیو آل ایندیا رادیو، رادیو دهلی، بی بی سی لندن و اینها، درست مثل همین روزها که یا حداقل چند سال پیش که شما در ایران می دیدید مادرها و پدرها و مادر بزرگها و پدر بزرگها پای رادیو، حالا دیگه پای کامپیوتر و اینترنت نشستن و رادیوهای مختلف رو احتمالاً صداها رو چک میکنن، اون زمان به همین صورت بود. منتها نقش رادیو نقش دیگر بود، تلویزیون هنوز وارد جامعه نشده بود و رادیو فقط تنها وسیله ارتباط بود، تنها وسیله کسب خبر بود و در کنارش وسیله تفریح. موسیقی ایرانی از طریق رادیو بود که در واقع، و بهترین موسیقیدانای اون زمان و بعد به تدریج از طریق رادیو بود که کارشون معرفی شد و بعد این کارها صفحه شد، به بازار آمد. خوانندگان قمر، قمرالملک وزیری، روحانگیز، بعد در بنان و بعدن خوانندگان دیگه، همه اینها به تدریج و ارکسترای سازهای ایرانی. بنابراین رادیو هر دو نقش رو داشت، یعنی هم وسیله، و بعد در سالهای طلایی رادیو که سالهای 1950 خارجی است یا 1330 تا 40 که سالهای طلایی رادیو واقعا به نظر من بود، نمایشنامه های رادیویی، برنامه های خیلی تفریحی روزهای جمعه، در نتیجه رادیو جای بسیاری رو پر میکرد از نظر تفریح، از نظر دادن خبر، و بخشی از اون بعداً به تلویزیون منتقل شد. شاید این عشقی که مردم پیدا کردن نسبت به این رادیوی در ایران، من الان متوجه شدم که چرا اکثر مردم تو ایران هنوزم به رادیوی علاقه خاصی دارن. دقیقاً احساس میشه. پس بله. گذشته ای داره که اینطور. مسئله اینه که من تصور میکنم مجده که ایرانی ها ملت شفاهی هستن. یعنی به همین دلیل که ما علاقه داریم بنشینیم نقالی گوش بدیم، یا نقالی در قهوه خانه های ایران خیلی طرفدار داشت، به همین دلیل نقل و گفتار به گوش ایرانی ها به نظر من خیلی بیشتر خوشایند هست تا خیلی از کشورهای دیگه. و به همین دلیل هم هست که من هنوز که هنوز بعد از همه این سالها، با همه تغییرات و تحولاتی که در کار رادیو و تلویزیون به وجود آمده، مخالف کسانی هستم که معتقدند به دلیل پیشرفت‌های صنعتی و علمی مردم حوصله ندارن، خبر باید کوتاه باشه، باید تلگرافی خبرها رو به مردم گفت، برنامه ادبی نباید داشت، شعر نباید خوند در رادیو، به دلیل اینکه مردم دیگه حوصله این چیزها رو ندارن. و متأسفانه این چیزی است که الان رسم شده و بیشتر رادیوهایی که شما میشناسید از این روش پیروی میکنن، که این دقیقاً به نظر من مخالف روح طبع ایرانی است.
ایرانی درسته ممکنه الان گرفتار خیلی از مسائل دنیای جدید باشه، وقت نداشته باشه، تو ترافیک گیر کنه، دنبال کسب و کار باشه، درآمد و غیره، ولی همون ایرانی که با همه این گرفتاری ها سرکار داره میل داره که وقت بیشتری براش بگذارید، براش نقل بگید، هنوز به مادر بزرگ ها بچه ها دوست دارن مادر بزرگ براشون قصه بگن. این فرنگ شفاهی در میان ایرانی ها به نظر من چه نکته جالبی اشاره کردن آقای گرگین، چون یکی از مسائل و مشکلاتی که حداقل من خودم با چشمای خودم دیدم در سالهایی که حضور پیدا کردیم، اوایل که در سوئد بودیم، اینه که سوئد کشوریه که با کاغذ خیلی سر و کار داره. همه اطلاعاتی که میاد در خونه اینها با کاغذ، و بسیاری از کسایی که من میشناختم، خانواده خودم، این کاغذی که میومد فکر میکردن تبلیغات همه رو مینداختن دور، یعنی اصلا حوصله خوندنش هم نبود. دقیقا درسته، این زمان خیلی سریع پیش میگذره، این زمان دشمن منه، مخصوصا که با یه مهمون خوبی مثل شما بشینم. بله واقعا من اشاره کردم اول برنامه که شما در تلویزیون هم فعال بودین. چه سالی رفتید به شبکه دوی ایران؟ تلویزیون ملی ایران، پیش از تلویزیون ملی ایران میدونید که البته بازم خیلی به اختصار به اینها اشاره کرد برای اینکه ساعت ها بعد نشست و در این باره صحبت کرد. پیش از تلویزیون ملی ایران یک تلویزیون تجارتی در ایران بود. تلویزیون ملی ایران در سال 1336 کار شروع شد، اگر اشتباه نکنم 1967 یا 66 الان دقیقا نمیتونم بگم، و من از رادیو که کار میکردم به تلویزیون رفتم. فکر میکنم اولین برنامه خبر تلویزیون ملی ایران رو من اجرا کردم. بعد شبکه دو، بعد یادتون میاد اولین خبری که خوندین چی بود؟ اولین خبری که خوندم زمان جنگ ویتنام بود و طبیعتاً خبرهای بین المللی همیشه جنگ ویتنام یکی از خبرهای مهم بود. خبر داخلی به خاطر ندارم. خبرهای تلویزیون ملی ما، خبری که در ایران شروع کردیم خیلی به سبک اروپا، سبک اروپای غربی، همین تلویزیون سوئد همین الان، و به خصوص فرانسه بود. یعنی اولا فرانسوی ها کانال، یعنی سیستم تلویزیون ایران رو فرانسوی ها، تلویزیون دولتی ایران رو فرانسوی ها پایه‌گذاری کردن، و در سالهای اول تعدادی از کارشناس های فرانسوی آمدن به ایران، یه دوره های آشنایی با کار خبر گذاشتن از تلویزیون فرانسه اوغتف اون موقع بود، و آمدن به ایران، و در نتیجه سیستم خبر ما سیستم خبر فرانسه بود که گوینده بعد صدا همین این خبری که الان از تلویزیون سوئد پخش میشه، و گزارشگر طبیعتاً در شهرهای دیگه نداشتیم، ولی اگر خبری بود من خودم به عنوان گزارشگر خیلی به کشور سفر میکردم، در واقع خبرنگار اینترنشنال بودم با معیارهای اون زمان تلویزیون ملی ایران، و خبر سعی میشد، یعنی خبر تلویزیون ملی ایران برای اولین بار خبر غیر رسمی بود، یعنی سعی میکردیم خبر دیکته شده یه خبرگزاری رسمی دولت ایران نباشه. به همین دلیل برای مردم خبر تلویزیون ملی ایران بسیار تازه بود. اولین بار بود که این خبر رو میدیدن که خبرهای گوناگون گفته میشه، و طبیعتاً خبرهای تشریفاتی مربوط به دربار همیشه خبر اول بود، ولی این به عنوان یک قاعده کلی لزوماً همیشه رعایت نمی‌شد، گرچه انتظار می‌رفت اینطور باشه. یعنی تلویزیون در اون زمان به این صورت بود که شما خبر رو که می‌خواستید بگید قبلش کسی کنترلتون نمی‌کرد. خود ما بودیم. یعنی فرض کنید با سیستم سردبیر و دبیر خبر و اینها. به هیچ وجه چیز، یکی از نکات خیلی جالب اتفاقاً همین هست که تلویزیونی که قبل از تلویزیون ملی بود و تلویزیون تجارتی بود، تلویزیون ایران، تلویزیون مرحوم ثابت پاسال، وزارت اطلاعات خبرهاش رو تهیه میکرد و بالای سرش بود. وزارت اطلاعات در اون زمان وزارت در واقع مطبوعات و جهانگردی بود.
مثل الان وزارت اطلاعات لزوما وزارت مربوط به امور امنیتی نبود. سانسور اینا ولی به هر حال به سانسور ارتباط می داشت. ولی بیشتر نظارت بر کار مطبوعات بود، ولی وزارت اطلاعات به معنای وزارت اطلاعات اکنون در ایران نبود. ولی تلویزیون ملی ایران که کارش رو شروع کرد، ما به هیچ وجه زیر نظر کسی نبودیم. مسئولیت خبر و سردبیر بود. و طبیعتاً وقتی کار سیاسی میشد، تلویزیون یک معاون سیاسی داشت. ولی این نکته رو واقعاً باید صمیمانه من بگم که خبرهای تلویزیون ملی ایران با در نظر گرفتن معیارهای اون زمان بسیار خبرهای تا حدی بی‌طرفانه بود، جز مسائلی که مربوط به مذهب و دربار میشد که به هیچ وجه قابل دست دادن نبود. یعنی در چارچوب کار تلویزیون نوشته شده بود که یه قاعده بود که بله قاعده بود که همه رعایت میکردن که مذهب و دربار رو نمیشه کاریش کرد باش یا انتقاد کرد یا هر چیزی. ولی کسای دیگه واقعا از گذار خود من به عنوان مدیر خبر چند سال گزارش های انتقادی بسیار زیادی خبر دادم خبرنگار راجع به مسئله نرخ ارزاق، راجع به مسائل شهری، مسائل مملکتی درست کردن و همه این کارا میشد. مقامات دولتی هم گله‌مند میشدن از تلویزیون به خاطر این برنامه انتقادی. ولی میگم به ساحت دربار و ساحت مذهب نمیشد هیچ نوع انتقادی وارد. بعد از مدیریت خبر بود که شما مدیر شبکه دو شدید. بله، تلویزیون ملی ایران تصمیم گرفت یک زمانی که دو شبکه جداگانه باشه، شبکه اول و شبکه دوم. شبکه اول شبکه سراسری کشور بود، شبکه دوم مدل بی بی سی دو یا حتی تلویزیون داری سوئد. من خود من آمدم اینجا سوئد و با تلویزیون اینجا همکاری داشتیم، دوره‌ای باشون مطالعه کردم. عجب. بله، مقداری از حتی از برنامه های سوئدی به خاطرم هست. اون موقع این پی پی لنگ دراز خیلی معروف بود. من همین اومدم از شما بپرسم که پس شما بودید که پی پی جوراب بلند را بودید. بله. از اینجا خریدم برای تلویزیون ایران و اونجا دوبله میشد و یه کارتون دیگه برای برنامه بچه ها. و بعد یکی دو نفر از تهیه کنندگان برنامه به عنوان مدیر تولید بود قبل از اینکه مدیر شبکه دو بشم، چند نفر از تهیه کنندگان برنامه کودک رو ترتیب دادم که آمدن اینجا تلویزیون سوئد و در اینجا دوره کارآموزی یک چند ماهه دیدن که برگردن به ایران. برای اینکه به نظر من تلویزیون سوئد نمونه خیلی خوبی بود برای اون موقع تلویزیون ایران و به خصوص شبکه دو که بعد درست کردیم از نظر سلامت برنامه ها اون زمان. من الان با برنامه های تلویزیون در سوئد آشنایی ندارم، ولی آن زمان هم دو کانال بود و از نظر نوع برنامه های فرهنگی و برنامه های جدی که تلویزیون سوئد پخش میکرد به نظر من میتونست نمونه خوبی باشه. بعد دو شبکه که شد، من مدیر شبکه دو بودم و شبکه دو شبکه فرهنگی بود که بیشتر با آدم های بیشتر با سواد و تحصیل کرده تر و اینها طبیعتاً برنامه های سرکار داشت و هدفش هم همین بود، یعنی روشن فکر مابی و عرض کنم نخبه گرایی منظور نبود، بیشتر سطح برنامه ها بود. شبکه اول برنامه های بسیار مردم پسند داشت، سریال ها، ولی مثلا در شبکه دو دایجان ناپلئون رو ما تولید کردیم که سریال خیلی معروفی شد، یک سری برنامه های دیگر و خیلی برنامه های با تلویزیون های دیگه، کوپرودکشن با تلویزیون های دیگه و تلویزیون ها آمریکا و اروپا که بسیاری از آنها متاسفانه با بی بی سی، با تلویزیون سوئد، با تلویزیون زد اف آلمان، ولی همه اینها متاسفانه با انقلاب نیمه تمام بودن. بله، من چجوری بگم، من سعادت این رو داشتم که با دو نفر از بچه های شما، خودشون میگن بچه های شما، با یکیشون کار میکنم، با دیگری آشنا هستم. بیژن ساله ای که همکار خوب من هستش و آقای اسماعیل میرفخرایی. در مورد شما همیشه با یه عشق خاصی صحبت میکنم، در مورد آقای قطبی رئیس رادیو تلویزیون ایران بودن ایشون. بله. به همین صورت. ولی آقای گرگین، نسل من یه مقداری عصبانیه
من خودم رو سخنگوی بچه های میدونم که موقعی که انقلاب شد کسی از ما نیومد بپرسه که شماها چی میخواین، نظرتون چیه، و هیچ وقت هم دیگه از ما نپرسیدن که واقعا آقا شما میخواین چی بشه ایران، و مجبور به این بودیم که اطاعت کنیم از پدر و مادرها و مهاجرت بکنیم. شما هم جزو کسانی هستید که بعد از انقلاب ایران با توجه به همه کارهای مثبتی که در تلویزیون انجام شد و اینهایی که میگید و پیشرفت که در شبکه دو شده و بارها و بارها خود من شنیدم که چقدر خوب بوده، ولی من میخوام بدونم که در اون دوران، مثلا میگم یکی دو سال قبل از انقلاب، نقش رادیو و تلویزیون چی بود؟ شما آیا به عنوان مدیر شبکه دو میدیدید که یک اتفاق بزرگی داره میفته و حس میکردید که میشه از طریق این رسانه کاری کرد که کشور به بلوا و آشوب کشیده نشه؟ این زمانی که دشمن من و شما هست، نمیدونم چقدر به ما مجال میده که راجع به این سوال خیلی مهم شما صحبت کنیم. ببینید، متاسفانه هیچ کس از ماها، نه نسل ما نه نسل شما، هیچ وقت سوال نکرده که چطور باید باشه. یکی از بدشانسی های ایرانی ها این بوده که در ساختن سرنوشت خودشون به ندرت تونستن شرکت کنه. بنابراین این تنها نکته ای نیست که شما مغبون شده باشید. شاید نسل های پیش از شما هم، ما هم به همین شدت همین حس رو می کردیم. ولی این که سوال اصلیتون که آیا ما حس می کردیم و چه می شد و چه می کردیم، وسایل ارتباط جمعی مجد جان تا یک حدی قادر هستند که اصولاً در مسائل مملکت یا جامعه تأثیر بذارن. به عکس اون چیزی که قاعدتاً تصور میشه، نقش تعیین کننده ندارند. شما ببینید الان در ایران مثلا به رادیو تلویزیون صدا و سیما میگن رسانه ملی، و این وسیله است به عنوان یک عامل ایدئولوژیک در دست دولت. ولی شما حس میکنید چقدر تاثیر داره در مسیر، با وجود تبلیغاتی که مثلا فرض کنید شکایت میشه همین الان در استان انتخابات ریاست جمهوری به نفع کسی خاصی میشه، مردم احتمال داره که تمام اون تبلیغات رو نادیده بگیرن و به کسی دیگه رأی بدن. چیزی که من الان بهش فکر کردم میونه کلامتون اینه که در زمان شما که در ایران بودید در تلویزیون، مردم شاید یک اطمینان دیگه به رسانه ایران داشتند. اینطور نبود یا من اشتباه میکنم؟ از نظر سیاسی شاید نه. از نظر اجتماعی، از نظر حقوق مدنی عرض کنم که اینها چرا؟ ببینید، هیچ مشکلی نداشتن مردم با رادیو تلویزیونشون، با چون مردم مشکلی از اون بابت نداشتن اصولا، یعنی زندگی خصوصی افراد کسی باش کاری نداشت. ولی به مسکش قدم به عرصه سیاست میگذاشتید، بالاخره سانسور وجود داشت بدون تردید و اون مشکلات وجود داشت. در نتیجه تبلیغاتی که علیه سیاست های دولت میشد، مردم رو میتونست از دولت جدا کنه. و دولت ها هم متاسفانه که حالا بحث دربارش بسیار طولانی خواهد بود، دولت ها هم با مردم ارتباط نزدیک نداشتن که حرفشون رو بتونن بهشون حالی کنن، و از وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو تلویزیون هم استفاده صحیح در جهت برقراری ارتباط با مردم به اندازه کافی انجام نمیشد. در نتیجه این که شما میخواید بگید، نتیجهش همون شما سال روزهای انقلاب دیده شد، این تبلیغات کاست های آقای خمینی، مرحوم خمینی، بیش از تلویزیون، خبرهایی که تلویزیون پخش می شد، بی بی سی بیش از تلویزیون ایران خبرهاش رو در همون موقع مردم می شنیدن و به اون اعتماد داشتن. به همین دلیل بود که می گفتن که این بی بی سی که داره انقلاب رهبری می کنه، در حالی که البته من هم چقیده ای ندارم. ولی چرا؟ به دلیل اینکه
مردم احتمالاً بی‌اعتماد شده بودن به وسایل ارتباط جمعی دولت. در روزهای قبل از انقلاب، حالا اون یکی دو ماه آخر، من که یادم، من تنها تصویری که دارم آقای علی حسینیه که اومد وقتی انقلاب شد، خیلی خوشحال بود، صفحه تلویزیون این هک شده تو ذهن من. ولی قبلش مثلا شماها آیاد میتونستین صحبت بکنید راجع به اینکه چه اتفاقی داره در کشور میفته، با توجه به اینکه ایران کشور بسیار مهمیه که شما به ندرت میبینید در یک کشوری مثل سوئد و کشورهای دیگه اروپا یک کشور خارجی انقدر تو اخبار باشه. ایران خیلی مهمه موقعیتش. ما سعیمون رو میکردیم. حقیقت قضیه این هست که گروهی از ما حداقل سعیمون رو میکردیم. وقتی که من خودم به عنوان مدیر خبر یا مدیر تولید یک دو بار اصلا دانشانی که اتصاب کرده بودم، من شخصا معتقد بودم، نمیخوام این رو الان بعد از سالها به عنوان یه چیز جست بیان کنه، همیشه معتقد بودم که باید مطالب گفته بشه. و به همین دلیل چه در زمانی که من پیش از شبکه دو تلویزیون، رادیو دو در ایران بود که من مدیرش بودم و اعضای شوراش آدمای در واقع با افکار مختلفی بودن، مثل آقای علی اصغر حایسه جوادی، دکتر علی محمد کاردان که الان در ایران هستند، خدا زنده نگهدارشون، استاد علوم اجتماعی و غیره. یعنی همیشه معتقد بودن که باید مجال داد تا حرفای مختلف گفته بشه. خود من با نمایندگان دانشجویان اعتصابی، با مردمی که در جنوب شهر اعتصاب کرده بودن، اینا میگفتم برن صحبت بکنن. ولی به طور کلی سیستم متأسفانه طوری بود که سانسور نبود که بشه. اونقدر که نه، سانسور اصولا اجازه نمیداد و سرکوب میکردن این دور برنامه ها رو. در نتیجه وسایل ارتباطی آنچنان که باید، به نظر من باید اعتراف کنم، خود من به عنوان یکی از مدیران که علارغم تلاش حداقل ماها یا گروهی از ماها، همکارانمون، دوستانی که شما نام بردید، بیژن صالحی، میرفخرایی، اینا حاضرن و خوشبختانه کار میکنن و میتونن شهادت بدن، خیلی تلاش میشد برای اینکه این ارتباط آزاد بین مردم و دولت برقرار شد. در همین شبکه دو ما برنامه داشتیم ارتباط با مردم که میکروفون میرفت توی خیابون ها و مردم حرفشون رو میزدن و واقعا مردم حرفشون رو میزدن، به جز همون دو نکته که اشاره کردم که نمیشد طرفش شد. بله. به جز اون مردم تمام انتقاداشون رو میگفتن و این برنامه پخش میشد و این برنامه حتی بعد از انقلاب هم مدتی ادامه پیدا کرد. ولی خب اینا کافی نبود. یعنی فضای فرهنگی و فضای اجتماعی اصولا طرفدار این نبود. یعنی این سیستم جا نیفتاده بود که وسایل ارتباط گفتن و انتقاد کردن هیچ مشکلی رو حل. ولی سیستم اینطور نبود که برفرض از طرفدارای خمینی بیان در استودیو، از طرفدارای شاه هم با در یک استودیوی باشن با هم گفتگو. نه، متاسفانه نبود. و این شد که بله. مردم ایران کنجکاوتر و کنجکاوتر بله. شدن. من یک جا نوشتم دقیقاً یک جا نوارهایی که شما کاملا من یک جا نوشتم که مردم تا ندون، همه میگن چرا اینطوری شد، چرا اینطوری؟ خب به دلیلی که نمیدونستن چی داره میشه. اگر که احتمال، اگر این فضا فراهم بشه که همه حرفاشون رو بزنن، مردم ناگزیر اون حرفی رو که معقول میاد انتخاب میکنن. شاید هم معقول، حرف معقول رو انتخاب نکنن، ولی حداقل اون چیزی که معقوله به گوششون خورده و این مجال براشون فراهم شده. در نتیجه نمیتونن بگن که ما نمیدونستیم. انتخابشون دیگه انتخاب آگاهانه خواهد بود، ولی شما باید وسیله رو براشون فراهم کنید. برای همین هست که در دموکراسی‌های غربی شما می‌بینید این امکانات فراهم هست و کسی کسی رو سرزنش نمی‌کنه. مردم اگر یک کابینه رو عوض کردن، همه می‌دونن که مردم رفتن رأی دادن بهشون، اشتباه کردن، دفعه دیگه انتخابات رو به یک کس دیگه رأی میدن. نه اینکه تمام نظام و سیستم و مملکت به هم بخوره برای اینکه یک حزب اثر کار. اگر آقای گرگینیان در دنیای خیال میشد تاریخ رو به عقب برگردون، شما دوباره آقای گرگی مدیر شبکه دو بودید، دو هفته مونده بود به انقلاب، چی کار فکر میکنید میکردید؟ سوالی میکنید مجده جان که آدم نمیدونه چه جوابی بده. دو هفته مونده به انقلاب، من هیچ کار نمیشد کرد. من کاملا یادم، البته در اون زمان دیگه کار نمیکردم خودم. من شش ماه قبل از انقلاب از مدیریت شبکه تو استفاده داده بودم و منتها در ایران بودم، میدیدم چه اتفاقی داره میفته. به دوستانی هم که در اون زمان شورای تلویزیون رو اداره میکردن توصیه میکردم که شما لطفا، من توصیه میکردم که در اون زمان
و همین توصیه رو هم کردم که تمام گروه‌هایی که اون زمان فعال بودن از نظر سیاسی بیان و یه شورا تلویزیون به اون صورت اداره بشه، تا اینکه تلویزیون دست یه گروه نیفته. اون زمان حد زده میشد که یا کودتای نظامی خواهد شد و یا مذهبی ها حکومت رو در دست خواهند گرفت و همه میدونستن که در هر دو صورت آزادی های اجتماعی پایمال خواهد شد، برای اینکه حکومت نظامی طبیعتا نمیتونه آزادی های سیاسی بده به مردم، حداقل برای مدت ها، و حکومت مذهبی هم همینطور، و در نتیجه تمام گروه ها بتونن مشارکت کنن و اون چیزی که انجام نشده بشه، یعنی درها ناگهان باز بشه برای مدتی، ولی دیر شده بود اون موقع نشد. این دو سال پیشترش بعد این بازم اگه تاریخو برمیگردوندیم عقب، بازم کارش دو هفته بله دو هفته بعد در سطوح بالای مملکت ایران اتفاقاتی میافتاد که میتونست وضع رو عوض کنه. در سطوح رادیو و تلویزیون اینها هیچ چیزی نمیشه. وقتی ما تموم شده، ولی من تقاضای 10 دقیقه وقت اضافه دارم، به خاطر اینکه هنوز ما انقلاب رو رد نکردیم. از آقای صالحی؟ بله، 10 دقیقه اضافه میگیرم. اینجا میگن که یه روزی با یک خانم سوئدی داشتم صحبت میکردم، از من راجع به مهاجرت پرسید. خیلی درد دل کردم باش و جمله گفت که تو ذهن من موند، برگشت گفتش که بی خود نبوده که هر کسی رو که میخواستم مجازات بکنن، از پادشاه ها، کسانی که قدرت داشتن، تبعیدشون میکردن، میفرستدنشون بیرون از مملکتشون، چون خیلی خیلی زجرآوره که آدم در یک محیط دور از محیط به هر حال کشور و مملکتش و زبان مادریش زندگی بکنه. حالا امروز شما اینجا هستید، من خودم هم مهاجرم، شما هم مهاجر هستید، امروز در کشور چک زندگی میکنید و در هر صورت اینجا هستیم، این صحبت قشنگ رو داریم. سوالی که برای من پیش میاد اینه که آقای ایرج گرگین بعد از انقلاب ایران، نمیدونم چه مدت بعدش، به هر حال شما کوچ کردین از کشوری که ملت ما، من فکر میکنم معروف هستن به چاپلوسی و تملق و تعارف، که حدس میزنم که چقدر شما رو میبردن بالا و آقای گرگین قربونتون برم از این صحبت ها، بعد شما کوچ میکنید و میرید به جای دیگه، این به چه صورت بود؟ احساستون چی بود وقتی که این اتفاقات افتاد؟ به نظر من اگر در مورد ایرج گرگین صحبت میکنین، یه طرف شاید حس من این نبود، من انقلاب چیزی رو، اون چیزی رو که از من گرفت طبیعتاً زندگی کردن در ایران و کار کردنی بود که دوست داشتم. ولی نه خونه، نه قصر، نه ماشین، نه پول، نه صورتحساب بانکی چیزی رو از من نگرفت. برای بسیاری اینطور بود. مطمئنم شما هم خودخواسته مهاجرت کردید. من ناگزیر مهاجرت کردم، برای که من در سنی بودم که شما میدونید در سنین 40 به بعد دیگه دوره است که آدم در واقع احساس میکنه که رسیده به جایی که از سربالایی ها گذشته و ممکنه سرپایینی بره، ولی تلاش میکنه تا 50 سالگی و اینها، و میتونه. شانس من این بود که به محض اینکه از ایران آمدم تونستم کاری رو که در تمام زندگی کردم، کار ژورنالیستمو انجام بدم، و با زحمت بسیار، با 10,000 دلار که از بانک وام گرفتم، یک رادیویی رو انداختم که خیلی بهش افتخار میکنم، رادیو امید در جنوب کالیفرنیا، و این تمام اون ایده‌هایی که من در مورد یک رادیو داشتم تونستم در این رادیو امید پیاده کنم. اولین رادیویی بود که در اون دوره بسیار که تمام جامعه ایران سیاسی بود و با هم بحث میکردن، من بحث ارتباط مستقیم تلفنی گذاشتم و هر کسی هر حرفی که میخواست میزد، تا خواستم به همین نکته که قبلا شما اشاره کردید رو ثابت کنم که بحث و تبادل نظر و با هم مشاجره سیاسی کردن چیزی از کمی کم نمی کنه، بلکه به همه آگاهی میده. و واقعا شما اگر بپرسید، دوستان به شما خواهند گفت که این سنت شد و بعد جا افتاد این ایده. دیگه روزای اول همه، هر کسی که هر تفکری داشت، من رو مورد حمله قرار میداد که چرا به اون یکی تو حق دادی این حرف رو بزنه، سلطنت طلب، سوسیالیست، مذهبی، غیر و چپ و راست. ولی بعد همه عادت کردن، دیدن که با هم به شدت راجع به سلطنت بعد میگه، انتقاد میکنه، اون راجع به
کمونیسم انتقاد میکنه، اون راجع به مذهب انتقاد میکنه، چیزی از کسی کم نمیشه، بلکه اینها تونستن با هم حرفشون رو بزنن و بعد چند میشه رفت نشست تو رستوران با هم قهوه خورد. هیچ اشکالی نداره. من تونستم این کار رو بکنم و این بزرگترین در واقع رضایتی بود که من کسب کردم از خودم بعد از اینکه از ایران آمدم بیرون. به همین دلیل اینکه گفتم شاید در مورد من قضیه چیز دیگه، با تمام نامرادی ها، با تمام بدهکاری ها، با تمام اینها، من احساس میکردم که اون کاری رو که در زندگی شروع کردم 30 سال پیش دارم به نحو درستی ادامه میدم با زحمت بسیار. این داستان در حدود 10 سال طول کشید. این رادیو تعطیل شد، من برنامه تلویزیونی در لس آنجلس اجرا کردم، باز با همین هدف، با همین چیز، و بیشتر برنامه فرهنگی بود، خبری و فرهنگی، دو برنامه داشتم صبح و شب و یک برنامه نیم ساعته خبر چیز بود که مثل برنامه خبری، تمام خبرهای بین‌المللی. اون موقع هنوز ساتلایت رواج پیدا نکرده بود که به ایران پخش بشه، در چه فقط در کالیفرنیا دیده میشد. ولی آیا من احساس میکردم که از من چیزی کم شده؟ نه. چیزی که من احساس میکردم اینه که چرا من در این، اگر که من کار خوبی میکنم، نمیتونم ثمرش رو به اون میلیون ها نفری که تمام عمر برشون کار کردم برسونم؟ چرا فقط به ثمره کار من نصیب عده مهاجر میشه که احتمالاً ارزش کار من رو ممکنه بسیاری از آنها ندونن؟ یا ارزش زحمت و فداکاری رو که من، همکاران من به من داریم متحمل میشیم؟ ولی شما وقتی در کشور خودتون هستید، در جامعه خودتون هستید، امیدوارم این حس رو بکنید با تمام استعدادی که در شما میبینم، بیژن صالحی، اسماعیل میرفخرایی، آقای میرفخرایی دوست سینیور دوستمون که در سوئد هستن، همه کسان معنی حرف منو خیلی خوب میفهمن. شما وقتی در کشور خودتون هستید، هر کاری که میکنید، درست مثل این مونه که به دهن بچه‌تون شما مثلا یک شیرینی گذاشتید و لذتش رو احساس میکنید. ولی وقتی خارج هستید، شما نمیدونید با یک جماعت احتمالاً که چیزی ندارن، طرحی ندارن طرف هستید. ولی شما اونجا مردم میشناسید، کشور خودتون هستید، زبونشون میدونید، میدونید اون بازتاب حرف شما، انعکاس نامه‌ای که میگیرید، تلفنی که میشنوید، معنیشو حس میکنید و اون لذت به شما میده. اون یعنی بیش از هر حقوقی به شما لذت و در واقع آسایش میده. بنابراین من اون رو از دست دادم، طبیعی است. ولی در تمام این مدت با نهایت سماجت ادامه دادم کار خودم. این کاری رو که در چک انجام دادم، رادیو آزادی رو شروع کردم انداختم، باز با همون هدف بود. خوشبختانه چند سالی من این فرصت رو برای من میسر بود که این بار با شنونده در ایران، نه خود من، از طریق همکاران دیگر صحبت کنیم. چون مدیریت رادیو آزادی بله طبیعتاً، و این رادیو بیشتر فرهنگی بود، بعدش تعطیل شد، رادیو فردا به جاش شروع شد که من در رادیو فردا دیگه سمت مدیریت نداشتم، ولی به عنوان سردبیر ادیتور اینها کار میکردم. ولی از نظر سیاسی، از نظر اون رضایتی که آدم برای وقتی که شما با برای خودتون کار میکنید، با هدفهای خودتون کار میکنید، برای مردم خودتون کار میکنید، هیچ وقت دیگه نصیبتون نمیشه در شرایط دیگه. آقای گورگین، خیلی خوشحالم از اینکه شما اینجا اومدید، این صحبت ها رو کردم و من این قول رو به شما میدم که من یک کلمه حرفای شما رو فراموش نکنم. مرسی. برای منم فرصت بسیار خوبی بود دیدن شما. ما نمیتونیم راجع به تاریخ تلویزیون کشورمون، راجع به تاریخ رادیوش، راجع به چیزایی که به هر حال بوده، اتفاق افتاده، درست یه تصویر قشنگی داشته باشیم، چون همه با یک صحبتهایی انجام میدن که طرفدار یک سیستم، یک نظامی، یک چیز، بالاخره یک فکر سیاسی یا مذهبی پشتش هست. امروز برای اولین بار بود که یک نفر بی‌طرفانه این داستان رو گفت. ساعت‌ها میتونم باهاتون صحبت کنم ولی وقتمون، من فقط 30 ثانیه نکته به شما بگم. شما اول اشاره کردید، من برای نسل شما خیلی احترام قائلم و بعکس اون چیزی که شما اول اشاره کردید، شما نسل فوق‌العاده درخشانی هستید. شما
من واقعا کارهای شما رو که میبینم، طرز تفکر شما و هم نسلان شما رو که میخونم و چه میبینم، بسیار امیدوار میشم به آینده، آینده جهان و آینده ایران از جمله. بدانیم من هیچ وقت جدا نمی کنم مردمان رو اصلا. و دانشجو، شما فکر نکنید که چیز هستید تأثیر ندارید. نسل شما نسل فوق العاده خوبی است در یه مقطع مهم تاریخی و من شخصا ازشون خیلی یاد میگیرم. خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که باز هم همدیگر رو ببینیم و فرصت دیگه صحبت های بیشتری بکنیم. تا دیدار دیگر، بدرود. خنجری بسازی به صد لشکر غزل، فاتحانه تا قلب غم بتازی.